خوبه فاطمه؟ سلام علیکم. رو عکس که سلام از شنبلیله. سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. الان ساعت 9:40 دقیقه است. ما توی هاتبانهوف فرانکفورت هستیم. داریم میریم به سمت شهر زیبای پاریس. ما می‌خوایم براتون بلاگ بگیریم. همراه ما باشید تا یه پاریسگردی عالی با هم داشته باشیم. آره، البته با قطار نمیریم. ما با قطار بعد از کلی دردسر رسیدیم فرانکفورت. سوار اتوبوس شبانه میشیم و صبح پاریس می‌بینیمتون. خب رسیدیم به ایستگاه اتوبوس. ما با فلیکس بوس سفر میکنیم و اتوبوسش هم همونطور که میبینید دو طبقه هست. از فرانکفورت تا شهر پاریس 8 ساعت باید توی اتوبوس باشیم تا برسیم. خب ما الان سوار اتوبوس شدیم، بعد اومدیم طبقه پایین نشستیم. یه دو سه تا صندلی داره که جلوش میزه، چون میخوایم شب تا صبح تو اتوبوس باشیم گفتیم حداقل خورده فضا باز باشه، سرمون رو خواستیم رو میز تکیه بدیم لالا بکنیم، بالاخره یه جایی داشته باشیم. بعد پرسیدیم ازش که خب چه جوریه، آره میتونیم بشینیم؟ گفت که بایستی رزرویشن داشته باشیم به طور معمول، اما حالا فعلا بشین تا اینکه حالا یه کسی اومد بعد بلند شو. بعد وقتی ما سوار بشیم گفتش که باید تست کرونا داده باشی یا باید کارت واکسن تو، یعنی پاسپورت واکسنتو نشون بدی، که ما خوب نشون دادیم، اومد گذر سوارشیم. بعد هیچ مدرکی هم نخواست ازمون، گفت ممکنه دم مرز بهم کنترل کنه، ممکنه نکنه. آره و گفت که ماسکتونم اگه میخواین که نذارید، یعنی من باید بهتون بگم که بذارید، ولی اگه میخواین نذارین فقط ایندرنیه باشه، یعنی دم دست نزدیکا باشه، اینجا باشه که این کسی اومد بالا 90 یورو جریمتون نکنه. بریم داخل شهر و اول برسیم به جایی که باید بریم، یعنی محل الان اومدیم یه منطقه تو پاریس به نام ساکر کو باسیلیکا، یه چیز اینجوری الان اسمشو میذاریم این زیر که ببینید. یه تپه توریه که یه کلیسای خیلی خوشگل بزرگ داره
و از این بالا حالا هم رستوران هست، هم نقاشی میکنن، هم کلی هنرهای قشنگ نشون میدن و هم یه ویو خیلی خیلی قشنگ از شهر میتونید ببینید. چه خبره، کی داره میخونه، چه شکلیه با اینا، جالب بود. خب دوستان، اومدیم اینجا و این دستشویی هست، یه دستشوییه که اینجا بالاش فم و هم نوشته، یعنی برای خانم و آقایون. خب آقایونش یه خورده‌ای به نظر من بی‌حیایی تره، ولی خب اگر عجله داری باید کارتو بکنی، باید کارتو بکنی دیگه. و اون یکیش هم برای خانم‌ها هست. فاطمه، من تو را دوست دارم.
تموم شد برادر. یکم بده گناه داره خیلی. مجسمه‌ای که اون بالا هستن هر کدوم یه شکلیه، یکی عصبانیه، یکی خوشحاله، یکی لاغره، یکی چاقه. سلام. خیلی خوش اومدید به روز دوم از ولاگ ما. ما امروز اومدیم کافه ورسای در محوطه حومه شهر پاریس که بهش میگم منطقه ورسای، که کافه ناپلئون و لویی 14 و از این چیزا هست، که خب بسیار خوشگله. بریم ببینیم. امیدوارم که شما خیلی حساب خوش بگذره با ما. اینجا یعنی این مسیر که دارم نشونتون میدم مسیر پادشاه ها بوده که از اینجا رد میشدن دیگه. ما هم داریم در همون مسیر رد میشیم. مثلا یه بخدم خیلی خوشگله و جذاب و اینا. خلاصه که اینجا بشه که علا بویال بعد بشونم میگذاشته.
راز جنگل رو داشتین هیچ وقت؟ کاجا رو نگاه کنید، این اون بازیه بود که کاج داشت با جا به جا میکردیم، خیلی بامزه است. نگاه کنید اونجا عروس دوماد فایستادن دارن فیلم عکس میگیرن، خدا چه بامزه. همسفرهای عزیز سلام، این شیرینی که جلوتون میبینین اسمش هست گلت قوا، یعنی شیرینی پادشاهی، یک شیرینی، یک پیستری ترادیشنال فرانسوی هست که زمان نوئل یا همون کریسمس شب سال نوشون میپزن و دور هم میخورن. یک عروسک کوچیک سرامیکی به نام فیو توش قایم شده توی یکی از این قاچهایی که اینجا هست و بعد از اینکه بریده میشه و توضیح میشه که حالا اونم یه ماجرایی داره، هر کسی که اون فیو گیرش بیاد اون عروسک، آره، سعی کنه اول خفه نشه وقت داره میخوره، بعدش هم اینکه تا 24 ساعت پادشاهی میکنه، یعنی هر آرزو یا دستور یا هر چیزی که داشته باشه بقیه‌ای که اونجا دارن باهاش سلبریت میکنن مطیعش هستن و اجرا میکنن. حالا دعا کنید که این گیر ما بیاد. الهیا انگار شانس با ما بود و فیو گیر منم افتاد. خیلی علکی مثلا خیلی من شانس داشتم و این گیر من افتاد. یه چیز خیلی کوچولو بود. سرامیک. فیلم فاطمه سلام علیکم رو عکس که سلام از شنبلیله خب به خیابون شانزلیزه خوش اومدین. اینجا خیابون شانزلیزه است که بسیار 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 معروفه توی فرانسه و توی پاریس، پر از برندهای مختلفه. اینم ساختمون دیوره که دارن تعمیرش میکنن، اومدن اینجور کاور زدن روش که برای تعمیر باشه، ولی خیلی به نظر من خوشگله چون حرفایی که زدن واقعا قشنگ و شیکه به نظر من، جذابه توی خیاب. Thank you.
شانزلیزه، این ایران ایر هست که مال ایرانی ها هست و سالهای ساله که اینجاست و کار میکنه و همطور هم که میبینید زده شانزلیزه. اینجا فروشگاه لداغی هست که یکی از قدیمی ترین و معروف ترین فروشگاه های فروش ماکارون هست که خب هم خیلی سخت میبندن براش، هم خیلی خوشمزه است و از این حرفا دیگه، خیلی هم خوشگله و اینا هست، توش خیلی خوشگله مثلا طبقه دومش دیگه. جاتون خالی. اینا توی خیابون شانزلیزه خیلی طبیعیه دیدنشون، رنت میدن یعنی اجاره میدن، اینکه راننده خودتون باشی، راننده خودشون باشن، صفو باز کنن، صفو باز نکنن، چه شکلیه. بعد دیگه حالا 20 دقیقه‌ای مثلا یعنی 100 یورو، 200 یورو، 300 یورو پول میگیرن. حالا من دقیقاً نمیدونم، ولی خیلی پول میگیرن. مثلا خودتون راننده باشی دوباره خیلی بیشتر پول میگیرن. و الان هم یه نفر در راه میفته، همونطور که دارید میبینین، در راه میفته. این ساختمونی که میبینید ساختمون فروشگاه لویی ویتون هست که یکی از برندهای خیلی معروف اروپایی هستش که خیلی 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 گرونه، قطعا خیلیاتون میشناسینش. اینجا حالا خیلی خلوته، بعضی وقتا صفای طولانی داره که افراد برن داخلش، حالا یا یه عده خرید میکنن یا عده میرن داخلش رو میبینن. آره شعب مختلفی هم داره، از جمله سر دوزک تو شیراز جینی 200,000 تومان تخفیف های ویژه میخوره، حتما سر بزنید، این تبلیغ نیست. خب دوستان عزیز، اینجا فروشگاه دیور هست بغل از همون لوی ویتانی که دیدید. یه نکته جالب در مورد این لباس ها بهتون بگم، این لباس ها سایز 1:1 افرادی هستند که میپوشن. یعنی چی؟ یعنی اینا رو دوختن و همین رو انگار از روی دیوار میتونید بکنید و بپوشید. و بعضی ها شاید بگه خب این خیلی بزرگه این لباس، من تن کی میره؟ اتفاقا بعضی ها تو فرانسه هستن خیلی قول پیکرن. بعد دیور اومده سر تا سر این دیوار رو این لباس ها رو گذاشته که ما همه آدم ها رو پذیراییم، هم از سایز ریز و درشت، البته ریز خاصی هم نیست ولی درشت و درشت. مرسی از توضیحات کامل و جامعتون، ممنونم. روز سوم سفر ما خوش اومدیم. ما سوار اسکوتریم، داریم میریم به سمت پل الکساندرا، اومدیم عکس بگیریم، کلی جاتون خالی، کلی عکس خفن گرفتیم و داریم میریم دیگه. هلن باهات هلن. ولاگ پاریس و اولین ولاگ ما، امیدوارم که دوست داشته باشید و بهتون خوش گذشته باشه. اگه فیدبکی یا پیشنهادی، انتقادی، هر چیزی دارید خیلی خوشحال میشیم این پایین یا اون کنار یا هر جایی که جای نوشتن داره برامون بنویسید که انشالله بتونیم تو سفرهای بعدی محتوای بهتر براتون تولید کنیم. فعلا تا ولاگ دیگه، خدا حافظ.